سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. ابراهیم هستم با جلسه 44 آموزش برنامه‌نویسی C#. تو جلسه قبل اومدیم باتن، تکست باکس، لیبل و ایمیج لیست رو گفتیم. تو این جلسه می‌خوایم با همون کنترل هایی که یاد گرفتیم بیایم یه بازی ساده بنویسیم. حالا ما کلاس ها، لیست ها، اینا همه رو از قبل آموزش دیدیم و میدونیم چیه و می‌خوایم با فرم بیایم یه بازی نه چند مثلا بگیم حرفه ای، نه یه بازی خیلی خیلی ساده، شاید بعدها اومدیم اینو پیشرفتش رو نوشتیم، فقط میخوایم خیلی ساده با کد نویسی با این کنترل هایی که یاد گرفتیم و یه آموزشی ببینیم، یه پروژه عملی هم انجام بدیم. خب من از قبل یه دونه پروژه مای گیم ایجاد کردم، اسم پروژه مای گیمه. میام خب برای طراحی، قبلش بیایم اول طراحی رو بکنیم. ببینید من یک کنترل دیگه بهتون آموزش بدم. یه کنترلی داریم به اسم پنل. این پنل چیه؟ من دو تا میندازم. یک پنل داریم، یه دونه هم گروپ باکس داریم. چون گوشه افتادی. خب ببینید من داخل این دو تا کنترلمون میام یه باتن برای این میندازم، یه چک باکس برای این میندازم. حالا امکان داره مثلا داخل این یه لیبل هم باشه، یه تک باکس هم باشه، هر سایزی هم باشن. ببین این برای خودش میتونم جابجا کنم با اون کنترل هایی که داره، اینم جابجا کنم. اگه یادتون باشه من گفتم کنترل ها میشن فرزند فرممون و اینجا نگاه کن پنل ها، این دو تا پنل ما هر دو شدن فرزند فرممون و این کنترل هایی که داخلشون هستن میشن فرزند اون پنله. مثلا ببینید چک باکس فرزند این پنله، من اینو پاکش میکنم، اینم پاکش میکنم. خواصی که داره دقیقا همون خواصی که کنترل های دیگه داشتن، استایل داره، بک کالر داره، فور کالر داره، فونت داره، هیچ پرپرتی خاص اضافی این نداره. من میام داک که یادتونه میگم یه داک تاپ میکنم، میذارمش اینجا و ببینیم سایزش چنده. میخوام یه عدد روندی بشه، 420 میکنم 420، هر عددی بود کردم 420، فکرم 427 بود، میتونی بکنی 430 بزرگ. میخوام یه عدد روندی باشه، مضرب ببینید وایدش نیا کنید 850 خوبه، یعنی ببینیم خب یه مضرب 10 یا 5 باشه که میخوایم یک دکمه ای رو جابجا کنیم. بیایم چی کار کنیم؟ من دکمه میذارم 1 2 3 4، بیایم تنظیم کنیمشون. خب اینم اینجا تنظیمش کنم، اوکیه، چه خوبم افتاد، عالی. میام تکس اینو میزنم بالا، تکس اینو میزنم راست، اینم پایین و چپ، درسته دیگه چپ، یه از شک کردم به دست چپ و راستم. حالا میگم نیمشون هم درست میکنیم، میگیم btn left، بعدی btn top میخواد بره بالا، بعدی میشه btn right، بعدی هم میشه btn bottom. خب به جای این میتونید چی بذارین؟ اون ایمیج هایی که بهتون گفتیم، یا میتونید بک گراند ایمیج بزنین که قشنگ، مثلا آیکونش رو چی بذارین؟ بیاین توی گوگل، من اینجا گوگل بیارم، یک بزنم، ببخشید، ارو کی آیکون، ببینیم چی میاد. عرف کنم دوتا آر داره، نه آم، چی نوشته بودم؟ آورو، اشتباه نوشته. ببینید این آیکونایی که میتونید بگیرین، حالا این خودش کامله، نه به صورت جدا، ببینید این یا این، چیزایی که میتونید توی گوگل یا توی سایت فلت آیکون، ببینید فلت آیکون بذارین، سایتی که خیلی باش کار میکنید توی گرفتن آیکون، عکس خاصی که بخواید توی فلت آیکون میتونید جستجو کنید، عکس های خیلی خوبی بهتون میده.
الان ببینید اروکی که زدم، اگه اینترنتمو جواب بده و این وسط تا این لود بشه، اگه یه رفرشی بکنم F5 میزنم، فیلترمون هم اجرا میکنیم. فیلتر شکن اجرا بشود و این فرممون هم لود بشه. بفرما اگه میتونی. خب فیلتر شکن وصل شد، تو یه رفرش فقط شما هم ببینم. شما هم بزن صفحه بعدی برین. اوکیه. خب این هنوز نیومد. چرا؟ فیلتر شکن که وصله، اینترنتمون هم کانکته. خب تو این چیا برین، آیکونایی مثل این یا این هر کدوم که ببینیم، مثلا کلیدهای جهتی عکساشون هستن توی سایت فلت آیکون. الان نتم یه خورده ضعیفه، نمیدونم چرا، ولی خب میتونید توی سایت فلت آیکون بریم بگیریم. ببینیم این اروکی کلی آیکون بهتون نمایش میده که میتونین این پایین هر صفحه میتونین برین یا هر کدومی که خواستین دانلودش کنین. خب بریم ادامه کارمون. ما الان نوشتم بالا پایین چپ راست، اسمم گذاشتم، اسم اینم میذارم پنل مثلا چی باشه، برد. خب داخل این میخوام یه دکمه ای بذارم و جا به جاش کنم، مثل بازی کر. قبلش میم چی کار کنم؟ یه دونه کلاس ایجاد کنم. چرا این کلاس رو میخوام ایجاد کنم؟ الان میبینم یک کلاس ایجاد میکنم، اسمش اصلا خیلی جالب، مینویسم مار. اون بازی مار بنویسیم دیگه. و یه دونه اون دکمه من یه مختصاتی داره، هر باری که تکون میخونه میگم پراپ و اینت و میشه چی؟ ایکس. یه پراپ داره میشه اینت ایگرگ. یه دونه پراپ میزنم. اوه چی شد؟ پراپ بولیان بعید میدونم استفاده بشه، آقای بولیان مد نظرمه به اسم اکتیو. خب و خب فعلا عبری میزنیم. و یه چیز دیگه میخوام، هر باری که این داره میره تو کدوم جهت داره حرکت میکنه. چرا میخوام این کار بکنم؟ بعدا بهتون توی جلوتر میفهمیم، ولی برای اینکه بدونیم جهت هر کدوم، چون ببینید مار از اجزاهای مختلف ایجاد میشه. همین الان دارم میگم این مار، ببینید مثلا اول یه دکمه میاد یه چیزی میخوره، میشه دو تا، میشه سه تا، میشه چهار تا. این اجزا هر کدوم باید بدونم تو چه جهتی الان دارن حرکت میکنن و چه جهتی باید برن. من میگم یه دونه اینام میزنم، پابلیک اینام، و میگم جهت. جهت بگیم همون، بگیم آقا ارو کیه ما، بیاییم بگیم یه دونه از لفت شروع میکنیم، لفت تاپ. با این حروف بزرگ اول خودت بزن رایت. و بعدیش بود باتوممون. خب ما چهار جهت داریم که داریم حرکت میکنیم، پس یه دونه پراپ ایجاد میکنم از نوع اروکی. این اروکی من و اسمشو میذارم همون دوست عزیزمون اروکی. فکر کنم یه کوچولو یه اسم علیکی میزنیم، علیکی که نه، یه اسم خوب بزنیم. اینو میگم مثلا ارو بذارم،
موس هم موس آقای موس وسط کار که نباید قد بشی. نه اون که اول برق رفت، نه این که الان موس همون در عذیتمون میکنه. آقا نکنه به موقع ضبط ببخشید یک لحظه من اینو درستش کنم، جا به جا کنم یه خورده، فکر کنم دیگه خیلی داره کار میکنم. اینو من میکنم ارو جهت ها، این هم میشه ارو و این هم میشه ارو کی. تمام اوکی. حالا من یه کلاسی ساختم با این، حالا متد خاصی نداره. چرا حالا این کار کردم؟ بریم فعلا دارم یه خاصیت هایی رو ذخیره میکنم. بریم تو فرم خودمون ببینید، من میخوام تو فرم لود خودم، تو فرم لود خودم میام اول یه دونه بیرون از فرم لود یه دونه لیست ایجاد میکنم، میگم پریویت. یادتونه ما گفتیم یه لیستی داریم، لیستا تو کالکشن ها بود، میتونستیم بهش یه دونه از نوع جنریک بود، میتونستیم یک نوع داده بهش بدیم، یک نوع آبجکت بدیم. ما میگیم الان از نوع رفرنس تایپ میتیم، یک کلاس میخوایم بهش بدیم، اسمش چیه؟ مار. میگم یه لیستی از کلاس مار برای من ایجاد کن، اسمش میذارم underline obj مار مساویه. امروز همه چی دست به دست به هم دادن که خوب کار نکن. خب من یه شی ازش ساختم، حالا میخوام کاری که انجام بدم چی کار کنم؟ البته شما میتونستین دو تا حالت انجام بدین، هم میتونستین از کلاس مار استفاده کنی، یا حالا تو این مثال من، چون من میخواستم با کلاس هم که کار میکنین ببینی، ولی خیلی مستقیم میتونستین بگین یه لیستی دارم از نوع چی؟ باتن. اون جسمی که میخوام تکون بدیم باتن مونه. این موسه داره خیلی اذیت همون میکنه، چراشو نمیدونم دوست عزیز، خواهشن اذیت همون نکن دیگه، تکون نخور، داره تکون میخوره. بزن ببینیم مشکل از چیه. وسط زد یعنی را باید دید دیگه. خب اوکی، میتونستین مستقیم بگیم مثلا یه پیکچر باکس یا باتن، هر چیزه میتونستین مستقیم به عنوان یه لیست اینجا بگیریم، حتما نیاز نبود مار بگیریم. حالا من با کلاس اینو ادغام کردم، تو بحث پیشرفته میبینین کلاس ها چطوری ادغام میشن. خب من یادتون باشه توی جلسه قبل من اومدم یک کنترلی رو توی سورس ایجاد کردم به فرم خودم با this.control.add، اومدم اینو اضافه کردم. حالا میخوام همین رو به پنل اضافه کنم. چی رو؟ یه دکمه ایجاد میکنم، میگم باتن، یه باتنی دارم btn مساویه new باتن من. این باتن من چی داره؟ یه سایزی داره، سایزشو میگیرم مساویه نیو. خیلی کن شده سیستم بعد برق رفتن. خب و یه btn.locationی داره که مساویه نیو پوینتمون. فرم ما ببینید این چند در چنده. پنل من 850 420، نصفشون کنیم میشه بشه 410، این هم بشه 210، بشه توی 410 و 210 یه چیز مایلی. خب این باید کجا اضافه بشه؟ به اون پنل ما. میگم پنل، پنل بورد بود دیگه درسته، دات کنترول کنترولز دات اد. یا خدا چی نوشتم؟ اد چه چیزی رو بهش اد کنم؟ این بی تی انی که من الان ساختم، بی تی ان رو بهش اد میکنم. من برنامه رو یه دور اجرا میکنم،
برنامه یه دور اجرا بشه. میگم چون وسط کارم برق یهو رفت، دیگه فراموش کردم ریست کنم، این یه خورده لپتاپ دیگه کند میشه. اگه تونستیم تو همین جلسه ببینم تایم آموزش زیاد اگه نشد اینو تموم میکنم، اگه نه توی دو جلسه میایم اینو انجام میدیم. ببینید توی پنل من یه دکمه اضافه شده، ببینید یه دکمه اضافه شده، میتونیم بهش یه ایمیج بکگراند ایمیج بدین، استریشش کنیم و خوشگلش کنیم. این شد از بکگراند این. ببخشید یک اضافه کردن یه باتن. اولا بیام پنل خودمو یه خورده مجزاش کنم، چون با رنگ پس زمینش یکیه، یه بک کالری میدم که مجزا باشه، مثلا این رنگ. حالا شما میتونید یه رنگ خوب، یه بکگراند خوب، اصلا یه ایمیج بیاین طراحی کنید، یه برد خوب طراحی کنید. حالا بیایم این بکگراندی که ایجاد کردیم و من یه خورده اول بیارم این بدترش، اینو ببینیم کجا کمی سمتر بیاد، بکنم کافی باشه. اوکی، کوچولو، ای بابا، کنترل زد، حالا فکرم بهتر. ای بابا، دقیقا اینجا خوب. اوکی، من میخوام بگم بالا میره، شما میخوام یک کنترلی رو جابجا کنی. من میام اول روی هر کدوم دابل کلیک میکنم، ایونت کلیکشون رو ریز میکنم، و اوکی. خب برای اینکه مثلا یک کاری انجام بدیم میخوایم چپ و راست کنیم، برای اینکه چپ و راست کنیم میگم آقا بیا براش یه متدی بنویسم. نیاز نباشه، ببینید 4 تا دکمه هست، میخوان تقریبا همشون میخوان یک کاری رو انجام بدن. البته یک کاری که نه، میایم مثلا بالا رو میزنیم، میگیم بالا که زدیم چی کار کنه، بیاد بره تو لیستمون اولی رو بده به سمت بالا. ببینید یعنی چی، میاد تو لیست، من الان یه لیستی که دارم داخلش یه باتنیه، میگم بیا اولا مشخصات این سایز رو، میگم چی، میگم مار، اگه قبول کنه مار ما مساویه، بگیم یه OBG مساویه نیو مار، یه مقدار ایکسش میدم، ایکسش چی میشه؟ btn.xش، یا بگیم location.xش. این از این اینو پاک کنم یا پایین دوست عزیز، کنترل کادی یه و کنترل کادی حالا درسته. بیاییم بگیم ایگرگش بشه مساوی btn .location.y. خب بعدی چیه؟ یه اکتیو داره مساوی تروه و اون یه موردش هنوز مشخص، یعنی مقدار دهی نکردم فعلا، نیاز نیم، چون هنوز دکمه ای زده نشده سیمیکالون. و لیست میایم underline obg mar، میگیم دات ات کنه آبجکتمون OBG. دقیقا مشخصات باتن رو آوردیم تو لیستمون هم ذخیره کردیم. یادتون باشه من گفتم میتونیم به جای این کلاس مار میتونیم از اون خود لیستی از خودمون باتن داشته باشیم، کارمون خیلی راحت تر میشه، سریع تر انجام میشه. ولی من گفتم با کلاس ادغام بشه، شما بدونید تو برنامه های پیشرفته چطور با کلاس استفاده میکنن. و قطعا توی برنامه که پیشرفته میخوایم این ما رو طراحی کنیم نیاز داریم این چیزا رو. خب این شد از OBG اضافه کردیم. حالا میام چیکار میکنم؟ میام میگم آقا من دکمه تاپ رو زدم، پس بیا چیکار کن، بیا توی
آندرلاین اوبی جی دات دات نه میگیم قسمت اول صفر ایندکس صفرش دات ایکسشو مساوی چی قرار بده؟ ده پنج تا اضافه کن. میگم به جای چی میگم به اضافه میگیم ایکسشو پنج تا اضافه کن. اوکی. و این مقدار رو به باطن اونم بده. یعنی چی؟ بگیم باطن ما اون BTNی که الان وجود داره من BTN رو میام چی کار میکنم؟ عمومی میگیرم بگم عمومیش کنم. آره عمومیش کنیم چون اونجوری توی متدهای دیگه بهش دسترسی نداریم، یا اینکه باید لیستمون از نوع باطن میود که بهش دسترسی پیدا میکردیم. حالا که داریم با کلاس کار میکنیم بیایم اینو عمومیش کنیم. ببخشید من اینو عمومی کنم، کنترل ایکس، میام عمومیش میکنم BTN مونو و همه جا دسترسی دارم بهش. الان میتونم بگم چی؟ BTN من دات دات چی؟ لوکیشن مساوی نیو نیو پوینت چی؟ میام میگم آندرلاین او بی جی دات قسمت ایکسشو میدم او بی جی او بی جی صفر. درسته او بی جی صفر او بی جی صفر دات ایکس چی شد؟ آه مار خوب نگرفتش. یه مار میزنیم صفر دات ایکس اوکی و آندرلاین او بی جی مار صفر دات وای. ببینید گفتم هر مقداری که الان اینا دارن براش بزنه تو لوکیشن بی تی ان. ببینید من اومدم دیگه خود باتن رو نگفتم مقدار ایکسش رو جابجا کن، میام تو کلاسم مقادیر رو جابجا میکنم، محاسبه میکنم، آخر میگم آقا مقدار ایکس ایگرگ لوکیشن رو بخون، لوکیشن جدید رو بخون. من یه اجرا بگیرم ببینیم چگونه است. منتظر میشیم برنامه اجرا بشه. برنامه داره اجرا میشه. شد. ببینید ما یه دکمه وسط داریم. درسته. با دکمه بالا رو ما الان نوشتیم. دقت کنیم. متوجه شدین چه سوتی دادیم؟ من اومدم ایکس رو دارم. ستون رو دارم. اضافه میکنم. یه سوتی بود. من این برای راست دکمه راستمون. یعنی من اینو اگر این کد خودم رو کپی بردارم بیارم تو رایت برای راست اوکیه، یک شکلی رو بهتون نشون بدم توی پینت بهتر درکش کنید. فکرم دو بار پینت رو زدم. خب بیا تا پایین ببینید من یه دونه صفحه‌ای دارم خب که اینجا نقطه صفر و صفرشه. خود سایز بده ببن. اینجا میشه صفر صفر. امیدوارم که صفر و صفر درکش کنیم. من که خواهم نمیفهم. یعنی این سمت اینا رو میگن ستون. این ستون یعنی به هر سمت اینا رو میریم ستونه که با ایکس نمایش میدن. و اینها میشن سطرمون که این به سمت پایین میان. این سطرمون میشه ایگرگمون. و اگر ما یه مختصاتی یعنی آبجکتی داشته باشیم مثلا اینجا به سمت بالا میخواد بره ایگرگمون باید کم بشه و به سمت پایین که میخواد بیاد ایگرگمون باید اضافه بشه. و ایکس هم همین میخواد به سمت چپ بره باید به این سمت بره ایکسمون کم بشه و این سمت که میخواد بره ایکسمون باید به اضافه بشه. این ور ایکسمون ماینز میشه، این سمت ایگرگمون ماینز میشه و به سمت پایین ایگرگ ما به پلاس میشه به اضافه بره. حالا من میگم به اضافه به اضافه، نه اینکه یه واحد بره، همون به اضافه 5 منظورم بود، یا میتونه به اضافه 10 باشه، هر چیزی میتونه باشه، فقط به هر سمتی که میره باید جمع بشه مثلا به سمت پایین و
و به سمت بالا میره کم میشه ایگرگ. بیام حالا اینو ببینیم. معلوم به جای این بعد چیکار کنم؟ ببین این کد من کاری ندارم. همون کلاسمون میام میگم ایگرگمون به سمت بالا میخواد بره. پس به جای به اضافه باید کم بشه. این که همون راستمون اوکیه. دقت کنید من هیچ سمت این لوکیشن کدی رو تغییر نمیدم. بیام میگم مختصات قبلیشو بگیر. هر دو میگم آقا برو تو کلاس مختصات جدیدو بخون. این میشه به سمت بالا رفتن، این به سمت راست رفتن. همین کدا رو من کپی میکنم این وایمونه. برای پایین آمدن کافیه جمع بشه ایگرگمون، باید جمع بشه. برای چپ رفتن ایکسمون باید چی بشه؟ کم بشه، کم بشه. الان ببینید اجرا بشود. خب الان ما اومدیم چیکار کردیم؟ دکمه هامون رو طراحی کردیم. یه خورده سرعتش احساس میکنم کنده. اگه میبینید سرعتش کنده، کافی فقط اون جمعتون به اضافه 5 رو، مثلا من اول میام چیکار میکنم؟ یه متغیر ایجاد میکنم. توی بحثای اولیه یه چیز فرامو گفتم، یه مواردی هست یادم رفت بهتون بگم، یعنی از دستم در رفته، مثل متد بازگشتی یا تعریف متغیر. یه بخشی داریم به اسم const. خب این const چیه؟ تعریف یه متغیریه. من میگم const int مثلا استپمون، بیام underline step arrow، شما بگین درست نوشتیم، مساوی چند. ببینیم قانون const چیه. میگه const میگه این خطا چیه؟ خب برطرف شده، میگم خطا نباید بده. میگه کلمه کلیدی const رو میزنید int، نوع متغیر، امکان داره int باشه، امکان داره string باشه، امکان داره boolean باشه، هر چیزی باشه، و اسم اون متغیر و مقداری که باید بهش بدین. یعنی چی؟ من اینجا این هنوز لود نشد، میزنم const C#. ببینید برای تعریف متغیری که در طول برنامه مقدارش تغییر نمیکنه. یه سایت خوب که بیاد بالا مثل امروز خیلی دیگه سیستم داره اذیتمون میکنه، مثلا بگیم C# کورنر شاید چیز خوبی داشته باشه. ببینید ما یه متغیر تعریف میکنیم، در طول برنامه هیچ تغییری ایجاد نمیشه براش. یعنی مقدارش، مثلا ما یه مقداری داریم به اسم پی توی محاسبات ریاضی 3.14، هیچ وقت تغییر نمیکنه. پس میایم بالا یه دونه اینت، حالا این حالت اینت کانس نوشته، میتونیم بگیم اینطور اینجوری نوشته این کانس. حالا میتونیم جا به جا بنویسین، ایرادی نداره، میتونیم بنویسین کانس اینت و مقدار رو بهش بدین. ریدانلی هم همینه، مقدارش فقط خوندنی، تغییر نمیتونیم بدین. حالا ببینیم من یک کانس نوشتم اینت استپ ارو و مقدارش رو دادم 10، و اینجا میام چیکار میکنم؟ مزیتش تو چیه؟ و میام آقا اینجا همه رو میذارم استپ ارو. دقت کنید همه جا 5 بود، امکان داره 20 شا این مقدار تغییر کنه، یعنی این مقدار وجود داشته باشه. اگه یک متغیری که ثابت باشه و مقدارش تغییر نکنه رو ایجاد کنم، میتونم اینجور جاها استفاده کنم. الان من گفتم آقا مقدار 5 رو یک قرار سرعتش بیشتر کنم، بکنم 10. خب میام استپ ارو میکنم 10، میام میکنم 20. هر کاری کنم برای همشون اعمال میشه دیگه، نیست هر جا برم هی 5 رو پیدا کنم کجا بود کد زدم، آ اینجا بود، درسته اینجا 5 بود، شاید این 5 برای یه کار دیگه باشه اصلا اینجا هست. پس جاهایی که این نیاز میشه از اون استپ ارو، اونجا استفاده میکنم.
حالا هر موقع که نیاز شد مثلا سرعتش بیشتر کنم، کم کنم، یا مقدار اصلی استپ ارور رو تغییر میدم. حالا میتونه هر چیزی باشه، پی اس مایل 14 باشه، یا نمیدونم هر مثال دیگه که مد نظرتون باشه، یک عدد ثابت دارین، اینو بگیرین به عنوان یک کانس تعریف کنید. الان ببینم خروجیمون چطور میشه. سرعتمون خیلی کند بود، من دو برابر کردم سرعتمون رو با استپ 10 پیکسل 10 پیکسل جابجا بشه. فکر کنم سرعتش خوب بشه تقریبا. ببینم، آره الان سرعتش خوبه، بهتر شده و میشه مثلا حرکتی زد. ما اومدیم چیکار کردیم؟ این دکممون رو اضافه کردیم، جابجا کردیم و اوکی، شبیه بازی مار. حالا تو بازی مار ما یه مین داریم. این مینه کجاست؟ بیایم ببینیم مینو چطور طراحی کنیم. ما میایم یک BTN ایجاد میکنم دوباره. بهتر اینجوری ایجاد کنم که اذیت نشیم، چون کند برنامه نمون. خب یه BTN مین ایجاد میکنم. میام یک تابه ایجاد میکنم، میگم private، چون توی همین فرمه میخوام از این تابه استفاده کنم. private void random، در random چیه میگیم create min. برای create min باید چیکار کنیم؟ یه btn باید اول بسازم که ساختیم. میگم btn من باید دو تا لوکیشن x و y به صورت رندوم داشته باشه. و میام اینو چیکار میکنم؟ باید یک ضریب بگیریم. چرا؟ چون ببینیم من فرم من یه نیو بزنم، یه چیزی رو بهتون بگم دوباره. این فرم من، دوست عزیز، همه چی رو بره. اوکی، من گفتم ضریبی که الان من دارم 10 تاییه و فرم من به این سمتش، به سمت ایکسش یه سایزی داره. ببینیم چنده. ببینیم سایز اون پنلمون، فرم نه، پنلمون رو ببینیم. 850، اینجا میشه 850، این سمتش 820، یعنی اینجا پایین که میاییم 420 بود، درست؟ داره 420. اگه به صورت رندوم بخوام لوکیشنی پیدا کنم برای ایکس بین 0 تا 850، امکان داره یه عددی باشه مثل مثلا خود باشه 849، یه عدد خیلی بد جاییه، درسته؟ پس باید یه عددی باشه ضریب بگیرم. من میام ماشین حساب رو اجرا میکنم. ضریب من، استپ من چنده؟ 10ه. پس 10 تا 10 تا میتونه جا به جا بشه. میام چیکارش میکنم؟ میگم آقا 850 رو تقسیم بر 10 به من بده، میشه 85. پس یه 85 من اینجا ذخیره میکنم. 420 هم تقسیم بر 10 میشه 42 دیگه. 420 تقسیم بر 10 42. یه 42 هم اینجا، بیا اینجا میذارم. اینا میشه تعداد ستون ها و سطر هایی که ما داریم و بعد اعداد بین 1 تا 42 و 1 تا 85 رندوم کنیم. به چه صورت؟ میایم اینو در آنجا درستش میکنیم دیگه. ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. اگه مثلا، خب مثالش هم همینجا با توضیح بدیم بعد بریم پیاده کنیم. یعنی اگه من میخوام، اینا ستونن دیگه، درسته؟ مثلا من اگه اومد x مون شد مثلا عددی بین 1 تا 85 شد مثلا 20، 20 ضرب در 10، ضرب در 10 میکنیم میشه چی؟ 200. پس میاد تو ستون 200 چیکار میکنه؟ دکمه ما رو ایجاد میکنه. سطر هم همینه. حالا بریم این کار رو اصلا پیاده کنیم. تحلیلش که کردیم، حالا پیادهش کنیم. من میگم یه ور x دارم که مقداری که میگیره بین، میگم رند مساوی نیو رندوم،
دیگه متوجه این چقدر کنده دیگه سیستم. امیدوارم ببخشید. این رند ما پس رند دات نکسمون رندومو نمیدونم بهتون گفتم یا نه، فکر کنم بهتون گفتم رندوم. آره تو آره گفتم. پس میدونید که برای ایجاد اعداد تصادفی ما میتونیم از رندوم استفاده کنیم و با rand.next میتونیم عددی رو بگیم آقا عدد بعدی رو برام پیدا کن، مثلا به صورت تصادفی ایجاد کن. مقدار مینش چند باشه؟ میگم از یک پید بگیر تا 85. 85 بود کجایی؟ آره تا 85. یه عددی بین 1 تا 85 بگیر، وره ایگرگ هم بگیر مساویه رند دات نکس چند باشه؟ 1 تا 42. این از این. حالا چیکار کنیم؟ بیاییم باطنمون رو ایجاد کنیم. میگیم btn مین من بیان یه دات لوکیشنی داره که توی لوکیشن x و آقا باز خواهی میکنم این حالت نیو پوینت، بعد یه نیو پوینت بهش بدیم. میگیم لوکیشن x و y بیاد چیکار کنه؟ ایجاد بشه. قبلش یه سایز بهش بدم btn داد سایزمونم سایز چه؟ سایزمون مساوی نیو سایز و اینم 20 در 20 اش میکنم اندازه همون چی باشه، فقط btn مین من یه دونه این مین نیست و حواستون باشه مثل من سوتی ندید. خب btn مین من یه دونه بهش بک کالر میدم، بک کالر من مساویه کالر کالر دات بری رنگ های مختلفی داره، میتونید به صورت RGB هم از سایت های مختلف بگیری یا میتونید به اینا عکس خودش کلی چی داره. من میگم بلو باشه، مینه من باشه بلو یه آبی. بعد اینکه این مقادیر رو گرفت بعد چی کار کنی؟ بیایم توی فرم خودمون توی پنل خودمون ادش کنیم. پنل چی کار میکردیم؟ پنل برد من دات کنترول آقا این چرا اومد؟ پنل برد دات کنترولز دات اد چیمونو بر btn مین ما را btn مین ما را اد کن. اوکی خب این کرییت مین کجا؟ یه بار همون اول فرم لود که برنامه اجرا میشه این btn باید ایجاد بشه، درسته؟ الان یه نکته ای که هست، من اومدم اینجا btn سایزمون رو این داریم لوکیشن رو ضرب در 10 نکردیم، اینو یادتون باشه. همونجا رند رو که میزنیم بگیم ضرب در 10. ضرب در چی؟ یادتون بود اون استپمونه دیگه. پس میگیم underline step arrow چرچی باشه بستگی به اون، این عملیات ما بستگی با همون step arrow مون داره. پس این میشه همین. بیایم اول برنامه رو یه اجرا بگیریم ببینیم چیه، چون بعد یه تغییراتی توی بعضی جای از برنامه انجام بدیم احتمال میدم. خب ببینید یکی اینجا ساخته شد، میتونیم بریم به سمتش، دقت کنیم قشنگ روش میافته. خب چک کنیم این دقیقا میفته روش، خیلی خوبه. حالا میتونیم استپ ارومونو یا سایز خود این چیمونو بر اساس اندازه همون استپمون بگیریم که اندازه بشه دقیقا میفته روش. حالا اومد مثلا روش که اومد چیکار کنه؟ مثلا یکی دیگه ایجاد کنه. میایم کلاسمونو بنویسیم،
و بگیم چی؟ دوست عزیز دل و اینجا ما زمانی که یک کاری که کردیم حواسمون نبود، بعد اینها را حتما اعمال کنیم. بگیم OBG من یه چی داره؟ ارو داره. اگه یادتون باشه یه اروکی داره. این اروکی من یه مقداری میگیره از ارو، سمت چیه؟ داره میره بالا، پس میشه تاپ. این میشه تاپ. من اینا رو هم کپی کنم برای همشون بذارم، چون اینقدر پایینی یا بالا، و برای اینم بذارم. این کجا داره میره؟ ایکسش داره کم میشه، پس میشه چپمون، میشه لفت. این چی؟ وایمون داره میاد پایین، میشه باتام. این میشه باتام. و اینم که ایکسمون اضافه میشه، میشه راستمون، رایت. اوکی، اینا هم ذخیره کردیم که بدونیم بعدها اون دنباله ها میدونن الان تو چه ستونی هستن و با کجا برن. بریم ببینیم چی کار میخوایم بکنیم. الان میخوایم مینو چی کار کنیم؟ مینمونو زمانی که رو مین اومدیم مینمونو حذف کنیم و یه امتیاز به خودمون بدیم. میام یه کلاس، یه متد ایجاد میکنم، متد ایجاد کنیم توی فرممون یا توی کلاسمون ایجاد کنیم، چون مین اونجا مقدار مینو نداریم. مین خودش یک کلاس میشه. تو بحث پیشرفته بریم، مین خودش یه خواص و یه خصوصیات خودشو داره، میشه یه کلاس جدا. مار خودش یه کلاس جدا، اسنیکمون یه کلاس جدا میشه. و حالا فعلا همینجا متدش رو خب ساده بنویسیم دیگه، نمیخوام زیاد پیشرفتش کنیم. میگیم پابلیک void مثلا چک مین. اوکی، چک مین میزنم و بیم چی کار کنیم. تست کنیم، بگیم اگر if اگر btn mean dot location دوست عزیز location dot xش برابر underline obj صفر زدن یا object زدن صفر dot x بود، and من اینه تو پرانتز میذارم جداش میکنم، یک یه اندی میذاریم. بحث منطقی عملگرا اپراتورا دیگه خودتون میدونین دیگه، من دیگه نباید بهتون بگم. و اینجا میگم چی؟ همینو کپی پیست وای و نمیشه وای. اوکی، اگه برابر بودن یعنی اون دکمه که داریم به عنوان مار دقیقا افتاده روی مینمون و بعد عملیاتی رو انجام بده. چه عملیاتی رو انجام بده؟ من میام یه لیبل ایجاد میکنم همینجا، اینا رو اصلا کلن یه خورده میارم این بدتر فارسی دیگه، یه لیبل اینجا ایجاد میکنم، فونتش هم بزرگ میکنم، دوست عزیز لطف کن الان دیگه بیخیال شو. خب فونتش رو بولد میکنم، کمی بزرگترش میکنم و تکستش رو میکنم امتیاز و راست به چپش میکنم که این نقطه بیاد اینجا. اینجا یه امتیاز دارم و یه تکسی میندازیم داخل. دارم از همه چیزا استفاده میکنم دیگه، فونت اینم میزنم دقیقا همین فونت اینو. ببینید میتونید کنترل آ کنید کپی کنید، برای اون تکستتون هم کنترل آ پیست کنید، دقیقا همون استایل رو بهش دادیم، کمی بزرگ. من یه مقدار مثلا صفر اول بهش میدم،
میبینین این سمته، راست به چپش میکنم. نکته بعدی ریدان لیش میکنم که نتونیم تغییرش بدیم تو عین برنامه، و اینکه یه اسمش میدم، مثلا چی بدیم، میگم تو txt number، میتونید اسکور هر چیزی که میاد به ذهنتون همون لحظه بزنید. خب این شد از این، و یک مقداری دارد. من چیکارش میکنم؟ یک int private int underline نامبر میزنم که با این اول دوست عزیز حروف کوچیک باشه، میتونه اسکور باشه، هر چیزی مساوی صفر. و این تو فرم لود خودمون بیام بگم txt number مساوی چی باشه؟ دات تکستش میگم، یه جای کارش میلنگه، مساوی underline number. اوکی، این شد underline number، بهش مقدار دهی کردیم، یعنی صفرمون. اگه میبینی خطا میده به خاطر این دات توی استرینگ همونه که تبدیل به رشته نشد. خب همه چی اوکیه، کرییت کردیم مینمونو، یادتون باشه فرم لودمون اوکیه، میایم فقط این میمونه. اولا که باید زمانی که برابر بود underline number یه واحد بهش اضافه میکنیم، پلاس پلاس، این دیگه میدونید که برای یه واحد اضافه کردن پلاس پلاسش میکنیم، و txt number dot text مساوی underline number underline باید بذاریم dot to string. خب حالا برابر بود چیکار کنه؟ بیاد این عملیاتو create main اسمش هم عوض کردیم برای همه جا که استفاده کردیم rename بشه. کجا استفاده کردیم؟ اینجا. اوکی شد، کپی میکنیم، میگیم یه دور دیگه این control z و اینو کپی و پیس. قبلش باید چی کار کنیم؟ قبلش باید این btn مینه که روی کنترل داره رو از بین ببریم. چطوری میشه از بینش برد؟ بریم ببینیم، منم نمیدونم، میام ببینیم اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه. پس هر دور باید btn مونو ایجاد کنیم. پس btn مینمون اینجا فقط تعریف میشه، و تو create main btn منو اینجا ایجاد کن که ما زمانی که از بین میبریم بتونیم دوباره ایجادش کنیم. چی کار باید بکنم؟ بیام بگم btn min من dot، ببینم چی دیسپوز میشه کردش، ببینیم دیسپوز میشه کرد کلیر که قاعدتا نباید باشه، یا فعلا اینو بزنیم ببینیم این جواب میده. و چک می توی همشون باید اضافه بشه، سیمی کالون، کپی، پیس. ببینیم برنامه اصلا کار میکنه، خطا میده، چجوریه. یه برنامه خیلی ساده ببینیم، همین برنامه ساده قطعا چندین ساعت وقتمونو میگیره. ما خیلی سریع خیلی چیزا رو در نظر نمیگیریم و داریم انجام میدیم. خطا دادی کجا؟ دو تا مساوی گذاشتیم، اشتباه، تکیمش میکنیم. چرا باید دو تا مساوی بذاریم؟ خب جا به جایی بد نیست، موقع کار کردن کمرتون نگیره. خب منتظر میشیم تا برنامه بیاد بالا. این چی میگه؟ Object reference not set to revision. چی شد؟ Object reference. این.
مقدار ایکس ایگرگ چیه؟ 320 290 میگه همین خط داره خطا میده دیگه، اشتباه نمی کنم. میگه object reference not set to an instance of object. ما اومدیم یه لوکیشنمون نیو پوینت دادیم، نباید ایراد داشته باشه. btn مینمون create mean، او ببخشید create mean من کجا ساختمش؟ تو فرم لود ساختمش. ای چه کاریه، کنترل ایکس میاد اینجا، ببخشید عذرخواهی میکنیم، ولی بازم باید خطا نمیداد. ببینیم چرا خطا میده. این از نوع ایکسه، مشکل نداره اجراش. برگرد دوست عزیز که سوتی داریم، حق داشت که نگیره. برگرد استوب. این بیتین مینه نه بیتین. ولی خواهیم نکته هایی که باید در نظر بگیرین، اسمای خوب بگیرین که مشخص باشه. ببین من اسمم خلاصه یه مین خالی شده با بیتینی که داشتم جا، مثلا اونو بعد میزدم بیتین مار یا بیتین اسنیک، هر چیزی مثلا میدم که اینجور مشابه هم نباشه من میخوام قاطی کنم. اینا رو دقت کنید، این از این، چون هیچ دکمه ایجاد نشده بود توی حافظه، VTN مینی وجود نداشت که بخواد لوکیشن بگیره، برای همین بود که میگفت خطا میده. ببینید این اومد اینجا، من اینو میگیرم میام ببینم دقیقا، ببینم تو همون سطرمون هم هست، بیاد روش. دقت کنید اون مینه که افتاد روش از بین رفت، دیسپوز شد و یه مینه جدید رندوم ایجاد کرد. دوباره میام بیام روش، ببینید امتیازمون هم شده 1. در آینده شما یاد میگین چطور با کلیدهای جهتی جابجاش کنید. میایم اینجا، میایم پایین، روش شد 2 و یه مینه دیگه. حالا شما میتونید همین بازی رو، من دیگه تایم در نزدیک 1 ساعت میشه، خیلی طولانیه، میتونیم بیاین چیکار کنیم. چون من چند تا موردی استفاده کردم در مورد ارو، یه توضیح در موردش میدم، شما خودتون میتونید اینو پیاده کنین، برای من حالا کامنت کنین، سوالی داشتین چیزی تو تلگرام، توی اینستا حتما اینستامون رو دنبال کنین، سوالی داشتین تو اینستا ازمون بپرسین، اگه تو کامنت نمیشه زیاد چون توضیح داد، تو اینستاگرام یا تلگرام بیشتر میتونیم در ارتباط باشیم. شما بیا همین بازی رو بنویسین. ولی خب ببینید من یک تو کلاس خودم اومدم گفتم یه دونه ارو داره و یه دونه اکتیو. اکتیو خودم اول گفتم احتمالاً نیاز نمیشه، چون هر کدوم که فعال بشه تمومه، ایجاد میشه دیگه. یه دونه ارو داریم، این ارو برای چیه؟ پینت رو میارم بالا. ببینید من یه جسمی دارم داره جابجا میکنم اینو، زمانی که به یک مینی برخورد کرد، حالا ما این مین در اصل باید اون مینه که بخوریم باید منفجر بشیم، اون هدیه هایی که هستن اسمشون نمیدونم چیه، یعنی فراموش کردم مثلا اسمشون، هم نمیدونستم از قبل، مثلا میگم فراموش کردم هم نه، این مثلا خورد به اون دایره هایی که هستن، شما میتونید یک به جای باتن بیاین همون باتن رو داشته باشین، فلتش کنین، نانش کنین، فلت استایل کنین و یه ایمیج دایره بذارین. زمانی که خورد به اون دایره، یک مربع دیگه بهش اضافه بشه به اون جایزه. خب حالا این داره جابه، مثلا 3 تا شده توی اون لیستی هم که ایجاد کردیم، مشخصات این 3 تا هر کدوم جابه جا میشه. زمانی که داره میره بالا، این آیکونه میاد بالا، میشه این، من اینجا میکشم، این میاد بالا، بعدی باید بیاد اینجا به این شکل بشه، یه قسمت اومد بالا. چرا باید به این شکل بشه؟ مختصات اینو ببینید، این همچنان داره به سمت راست میره تا به این نقطه برسه. هر موقع به این نقطه رسید، حالا باید همه مقدار جهتی همه باید بره بالا، پس باید نوع جهتشونو تا اینجا باید داشته باشم، آقا این به چه سمتی داره میره، و اینجا که رسید تازه مقدار جهتی میاد به سمت بالا و تو کلاس هم باید ذخیره بشه. آقا اون تو اون لیستمون خونه مثلا 1 باید بره بالا، الان
خونه شماره دو باید بره بالا الان. به این ترتیب میتونیم همه دنباله هایی که ایجاد میکنیم و مدیریت کنیم که هر کدوم از دنباله ها تو چه ایکس و ایگرگی هستن، تو چه جهتی هستن و تو چه جهتی میخوام برن. حالا مشخصات بیشتری دارن که مثلا بعد اینکه مثلا چک شد این دومه اومد خوردن به هم، مثلا چرخید اومد و چک بشه که این سر مار به کدوم ایکس ایگرگش تو ایکس ایگرگ یکی از این دنباله ها هست. اگه بود یعنی چی؟ یعنی برخورد کرده به خودش و باید بازی گیم اوور بشه. من حالا به صورت خیلی ساده اومدم، بدون که میگم تایم ویدیو خیلی طولانی شد، نباید من اون فیلم ها دیدی خیلی بشه نیم ساعت دیگه 40 دقیقه که نمیشه، الان خیلی زیاد شد، برای همین دیگه دو قسمتش نکردم، گفتم تو همین یه قسمت بیام جمعش کنم. ببینید یه دور یه توضیح کامل بهتون میدم بدونین چیه و خودتون به این ادامهش رو بنویسین. میخواین امتیاز دهی داشته باشه، هر حالتی داشته باشه، مینهای مختلف یا مینو جدا کنین و اون جایزه رو جدا کنین، میتونین هر کاری انجام بدین. اون ایده‌ای که دارین رو بیاین پیاده کنین برای خودتون. من اینا همه رو میبندم. اولین کاری که میکنیم، ببین من توی فرم خودم نه اون آبجکت ماری دارم نه اون مینی دارم، باید خودم تو کد تو سورسم بیام اینا رو روی فرم خودم اضافه کنم، روی پنل خودم اضافه کنم. به چه صورت؟ به این صورت که تو فرم لود برنامه اومدم گفتم آقا متغیر ایجاد کردم، اینا رو جاب میام به ترتیب میکنم، اون کانسله که هیچی جا به جا میکنم، این BTN مار. ببینید من یه BTN دارم، میتونم تغییرش بدم به اسم BTN مار، حالا شما هر اسمی که میگیرید. این BTN من همون خود سر مارمونه. خب اینم ببندم، میگم توی فرم لود من بیا BTN من یه سایزی بهش بده، یه لوکیشنی بهش بده و بیا بعدش چیکار کن به پنل اصلی هم پنل برد من ادش کن به عنوان یک کنترل. این کن خط که اجرا میشه میاد روی پنل من اضافه میشه، این کنترلم اگه این نباشه به پنلمون اضافه نمیشه. مشخصاتی که این باتن داشت ایگرگش رو آوردم توی کلاس مارم که یه آبجکت بود اضافه کردم و به اومدم به این کلاس آبجکتمون ادش کردم. اولی یه آبجکت ساختم براش، برای ما مختصات دادم و به عنوان یکی از خونه های لیست که اولین خونه لیست باشه اضافه کردم. این شد مارمون. بعد گفتم خب بیا بعد اینکه مار ساختی کنترل زد بیا مین منم ایجاد کن. یعنی چی؟ یعنی کلاس متد مینم هم اجرا کن. متد مین من چی کار میکنه؟ هر باری من یه باتن مین دارم که هنوز آبجکتی ساخته نشده. چرا آبجکتش رو نساختم اینجا؟ چون زمانی که دیسپوزش میکنم از تو حافظه از بین میبرمش و اگه این کلاس مین اینجا ساخته نشه، تو متد مین ساخته نشه، دقت کردی بودین دیگه، من اینجا گفته بودم BTN یه سوتی داده بودم، BTN بود یه پیغامی داده بود آبجکت رفرنس، دسترسی به اون حافظه نداشت، نمیتونست پیداش کنه به اون حافظه چون نمونه سازی نشده بود. به خاطر همین هر باری که دیسپوز میشه توی تابع کرییت مین میام دوباره یه نمونه ازش میسازم، میرم دوباره تو حافظه یه مقداری ازش میگیرم. آقا میگم باتن مینم اینجا ایجاد بشه دوباره. و برای ایکس ایگرگ دادم بهش اومدم چیکار کردم؟ از رندوم استفاده کردم. رندوم چی؟ 85 42. اینا از کجا اومده بود یادتونه دیگه، گفتم ستون من 850ه، استپ کاری من چنده؟ 10 تا 10 تا داری جا به جا میشه، چه بالا چه پایین چپ راست هر کنون، استپ هم 10 پیکسله، یعنی 10 پیکسل 10 پیکسل داره جا به جا میشم. پس تعداد ستون من بسته به اون 10 پیکسلمونه، پس تقسیم بر 10 کردم، 850 شد 85، 420 شد 42. و مختصاتی که تو این خونه ها الان زمانی که من این کارو میکنم، یعنی خونه های من اینجوری میشه دیگه، شبیه هم اینجوری ریز ریز نمیشه، میشه آقا 10 20 30، یعنی اینجوری میشه دیگه، اون
صفر یک دو سه یازده دوازده سیزده همینجور به ترتیب اعداد ما بینش دیگه کار نداریم، یه ستون کلی داریم، ستون بزرگ داریم که اون آبجکت من داخلش قرار میگیره. اوکی، پس شد این محاسبه مکان رندومی که عدد رندوم نه بگیم تصادفی، مکان تصادفی اون مینی که میخوایم ایجاد کنیم و به لوکیشنمون مقدارش میدیم، سایزش هم میدیم، یه بک کالر بهش دادم بلو که با اون چیه من جابجا بشه و طبق معمول به پنل بردم ادش کردم، اینو نکنم اضافه نمیشه و کرییت مین شد. به همین راحتی مین ما ایجاد شد. من به btn خودمم یه رنگی بدم، btn.backcolor backcolor مساوی color color dot اون بلو بود، به این چی بدیم؟ به این بدیم مثلا red، متمایزش میکنیم، میکنیمش red و اوکیه. تا اینجا فرم لودم گفتیم، فقط میمونه بحث جابجایی که btn top بالا میخواد بره. گفتم به اندازه استپ ارو، استپ اروی من چی بود؟ استپ اروی من گام حرکت من 10 پیکسل 10 پیکسله، میتونم کم و زیادش کنم و هر سمتی که الان مار من داره میره میگم آقا اروکی توی کلاس من به همون سمت بشه مقدارش ارو داد تاپ. و بی تی ان لوکیشن من نیا کن نیو پوینت دیگه گفتم از بیا از لیست من بخون دیگه، نیومدم بیام بگم btn.location x به اضافه، بیام از btn استفاده نکنم، از لیستی که دارم ازش محاسبه کردم استفاده کردم. و چک مین بقیه تکراریه، چک مین فقط میمونه. چک مین چی میگه؟ میگه هر موقع btn mean.location xش مقدار xش با دکمه من مقدار xش و ایگرگشون هر دو یکی شد، توی خونو توی سطر و ستون قرار گرفتن، اولا به امتیاز من یه واحد اضافه کن، بی تی ان مین منو دیسپوز کن، تو اون بورد مینمو کلن حذفش کن و دوباره بیا یه مین جدید ایجاد کن. حالا شما میتونید یه شرط دیگه ادامه بذارید، اگه برابر 10 تا شد مثلا 10 امتیاز شدین، بیاد چیکار کنه؟ میگه شما برنده شدین. حالا جلوتر ما میریم، چون میگم به حالت پیشرفته که میخوایم بریم با تایمر آشنا میشیم و تایم میذاریم، میگم آقا توی 2 دقیقه اگه تونستی 20 تا مینو بگیری برنده ای، در غیر این صورت بازنده میشه، گیم اوور میشه. حالا میتونید شما خودتون به عنوان تمرین جلوتر بدین اینا رو پیاده کنیم. این بود برنامه ما، یه بازی خیلی ساده نوشتیم، رنگش هم بلو کردم برای مشخص شدن، ببینم امیدوارم که مشخص بشه. منتظر میشه برنامه اجرا بشه. 1 ساعت و 3 دقیقه شده، خیلی زیاده. آه ببینید این الان مارمونه، اینجوری بهتر شد. ببینید چپ ایکس و ایگرگش که یکی میشه مینه از بین میره. برمیگردم، میتونیم بریم، من چند تا میزنم، یه خورده ردش هم میکنم که چپش هم ببینی. آه چپ رو زده بودیم بالا 2. ببینید همجور ادامه داره. حالا شما میتونید شرط بزنید، امتیاز اگه 10 شد یه مسیج باکسی بزنه یا یک فرم دیگه باز بشه بگه شما برنده شدین. یعنی طراحی خاص خودتون رو میتونید بکنید، برامون بفرستین. خب این بود از بازی ما. فقط قبل از هر چی دکمه سابسکرایب تو یوتیوب رو فراموش نکنید، زنگوله جلوش هم بزنید که آخرین ویدئویی که ما ارسال میکنیم براتون پیغامش بیاد. لایک کامنت فراموش نشه، این اینستاگرامون هم فراموش نکنید. خب امیدوارم این آموزش هم مورد پسندتون قرار بگیره. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.